اوکی، دوستان عزیز، با سلام مجدد، وقت بخیر به همه دوستانی که در سراسر دنیا با ما هستند. امروز یکی از برنامه دیگه که میخوام خدمتون ارائه کنیم در رابطه با اثراتی که فرهنگ یهود بر سرزمین پارس گذاشته و مردم باش عادت کردن و نمیدونن که واقعا این مراسم و این فرهنگ از کجا اومده. هفته پیش راجع به تقویم صحبت کردیم که یکی از چیزایی که دیگه نمیشه کسی انکارش کرد، روز شمار روزهای هفته هستش که بر مبنای قانون یهودیت هستش که روزهای هفته رو باید مبدأ شمارش روزهای هفته بر روز شبات باشه، که ما فقط تنها کشوری که این هلاخا یا این قانون یهودیت رو رعایت میکنه در کشور پارس یا ایران امروزی هستش. حالا امروز یکی از چیزه دیگه که واقعا مردم باش عادت کردن و کمتر کسی هست که بدونه که واقعا این مراسم ریشه در کجا داره و فلسفهش چی هستش، میخوام امروز براتون عروسی. البته این راسال در رابطه با عروسی و مراسم عروسی قبلا یه فیلم درست کردم که در shalomiran.com گذاشته شده. دوستان میتونن تشریف برن در shalomiran.com یا در یوتیوب بزنن یوتیوب شالوم ایران، تمام فیلم هایی که مال گذشته هست میادش. ولی امروز یه مقداری برای کسانی هستش که دارن لایو گوش میکنن و یه مقداری بهش میگن خوشگلترش کردیم، کمی تزئینش دادیم، براتون صحبت میکنیم. همطور که از پشت بکراند من مشخصش یک خوپا میبینید که به اون میرسیم که خوپا چی هستش. در رابطه با عروسی و مراسم عروسی، شاید به جرئت میتونم بگم که از هر کی بپرسه کلمه عروسی یعنی چی، کمتر کسی میدونه یعنی چی. و میگم چون مردم با این مراسم دیگه عادت کردن، یه چیز روزمره شده، دیگه اینو جز فرهنگ خودش حساب میکنن و هیچ وقت کمتر کسی اومده بره واقعا وارد اون کن مطلب بشه و ببینه واقعا این کلمات، این مراسم از کجا اومده. این هستش که میخوام امروز اینو براتون باز کنم که به سلامتی وقتی رفتید عروسی بدونید که جریان از چی هستش و فلسفه بر چه مبنای استوار شده. خیلی ها نمیدونن که کلمه عروسی یا عقد یا خطبه اینا همش چی هستش. میدونید که از قانون یهودیت میادش و میدونم خیلی اصلا ممکنه از غیر یهودی الانه خیلی جوشی بشن و ناراحت بشن، نه، ولی خب بایستی یه مقداری آدم تعمد حقیقت رو داشته باشه که باید بفهمه که واقعا از کجا اومده بعد و یه مقدار روش تعمق بکنه. اجازه بدید قبل از که بررسی ببینیم فلسفه عروسی از دید یهودیت چی هستش، یه مقدار برگردیم به عقب قبل از که وارد عروسی بشیم. قبل برگردیم به عقب که میتونیم به عقب تا اونجای بریم که دوره آدم و حوا. میدونید آدم ریشون یا آدم اولیه در گنیدن بوده یا به قول بهشت موعود یا علام عبا، هر چی که میخواه بذاری، خلاصه در یک بود زمانی بوده که زمانی نبوده، در یک بودی بوده که خارج از زمان طبیعت بوده و قرار بوده که این آدم ابدی باشه، که با اون خطایی که انجام میده یا عرض کردم قبلن یا به صورت سهوًا یا به صورت عمدن از اون بود زمانی خارج میشه و میاد در یک بود زمانی که اینجا هستش به نام طبیعت. زمان یه بودی هستش، یک بود، یک دنیای یا عالم یا همه عالمی هستش که در چارچوب طبیعت کارش انجام میده. حالا کسی که باعث شد که آدام آریشون اون خطا رو انجام بده و از اون ابدیت نزول بکنه و بیاد در این دنیای فیزیکی، همسرش خوا بودش. حالا در یهودیت یه قانون هستش که هر چیزی بایستی، ما مأموریت داریم که تو دنیا اومدیم که بیام خودمون رو تکمیل کنیم، یعنی ما اجزای همون هفته قبل ما گفتم اون شعر بنی آدم اجزای یک دیگرن،
برمیگرد به این فلسفه یهودیت. وقتی که حضرت آدم یا آدم ریشون خطا کرد و این در این دنیا اومد، چطور شد این ذرات قدوشا و اون نسسته قدوشا، یا میگیم تکیه هایی که از اون ذات ابدی بوده، وارد این عالم طبیعی شدش و ما وظیفه داریم که این تکیه های پازل های آدم ریشون رو جمع کنیم و برش گردونیم به اون ایمیجی که روز اول داشته. حالا چون که کسی که باعث شد که این آدم از اون درجه تنزل پیدا کنه حوا بودش، حالا حوا چه کسی تو این جان نقش حوا رو داره؟ زنان هستن که این نقش رو دارن و با این مأموریتی که زنها دارن باعث میشه که اینها بیان شوهراشون رو یا مردها رو در این دنیا تکمیل کنن. چون که طبق نظر یهودیت یک فرد یهودی، یک مرد یهودی تا کامل نیست، برعکس یک زن یهودی. زن یهودی به مجرد یک دختر یهودی متولد میشه، این موجود، این زن یهودی و کامل و قدوش و مقدس هستش. ولی مرد همچی چیزی نداره، همچی امتیازی نداره، بلکه یک مرد بایستی در طی دوران زندگیش سه مرحله طی کنه که بتونه به اون تکامل برسه، که این سه مرحله از روز هشتم تولد شروع میشه که بریت میلا یا میگن خطونای بریت میلا، که اون خطونا همون ختنه هستش که در اسلام هم استفادهش میکنه. وقتی که ما میگیم بریت میلا، این کلمه ختنه از خاتان میادش، که کسی که بریت میلا میشه اون درجه اول خطوناش هستش. بعد در سن 13 سالگی که برمیسوا میشه، اونم میشه خاتان برمیسوا، که این ختنه برمیسوا هستش اگه بخوایم به عنوان کلمه که در ایران و در اسلام و در بین عرب کپی شده استفاده کنیم. مرحله سوم که اون وقتی یک داماد میشه که میگن خاتان، که میره زیر خوپا با عروسش. پس این خاتان، کلمه خاتان یعنی کسی که وابسته شده. وابسته به چی شده؟ یعنی اومده مأموریتی که براش گذاشته شده رو تا اینجا انجام داده و اومده با یک کسی که به عنوان میشه گفت مدیر برنامهش هستش. یک زن در فرهنگ یهود با حالت یک کارگردان هستش، یه نفر رهبر یک خانواده هستش. به خاطر همین زنها برعکس مردها در یهودیت خیلی احتیاج به مراسم مذهبی ندارن، احتیاج به مراسم خاص مذهبی ندارن، بلکه بیشتر مراسم برای مردها هستش، به خاطری که از نظر تکاملی احتیاج دارن، چرا که یک نسبت به زنها اون تکاملی که یک زن داره رو ندارن. و زن در این دنیا نماینده شخینا هستش. شخینا چی هستش؟ قبلا اینو توضیح دادم و بازم برای کسانی که برایشون اولین بار خدمتشون میرسیم اینو عرض کنم که شخینا همون کلمه‌ای هستش که در فارسی هم استفاده میشه، قبلا هم ذکر کردم که شین عبری وقتی به تبدیل میشه به زبان عربی و فارسی، شین تبدیل میشه به سین، میشه ساکن. پس اون روحانیت، اون ذات مقدس هشم، اون از اون نور جلال هشم وقتی میاد در این دنیای طبیعی به عنوان شخینا میادش، به عنوان ساکن. کلمه شخینا از شاخن میادش، یعنی ساکن. پس وقتی اون نور الهی برای این دنیا میاد، میخواد نزول اجرا کنه، به عنوان شخینا میادش و زنها در این دنیا نماینده شخینا هستن. به خاطر همین شخینا مؤنث هستش، از نظر گرامر عبری شخینا مؤنث هستش و زنها نمایندگی این شخینا رو دارن که وظیفهشون این هستش که بیان بعد یک مردی که عرض کردم در این دنیا میشه گفت یک موجود سرگردان هستش، همین که وقتی بالفرض وقتی یه بچه به دنیا میاد، بچه وابستگیش به مادر هستش، مادر بهش ازش نگهداری بکنه، شیرش بده و بزرگش کنه، در اصل این دورانش مادر بهش نوزادی و کودکی، درسته وقت مرد بزرگ بچه بزرگ میشه به نوجوان و بالغ و مرد میشه، ولی هنوز
از نظر فلسفی، از نظر روحانی وابسته است، خاتان هستش به اون شخینا که زن در این دنیا داره نقش، داره نمایندگی شخینا رو میکنه. پس یک زن در این دنیا از دید یهودیت وظیفه تربیت یک مرد داره، چه از دوران تولد تا به بالا، و این چرخش ادامه پیدا میکنه با همون خاتنی که ازدواج میکنه، باز این چرخش ادامه پیدا میکنه، هم یک نوزاد جدید میاره که اونو تربیت میکنه و هم اون مردی که به عنوان شوهرش هست و چیکار میکنه، داره چیکار میکنه، رهبری میکنه. ولی که متاسفانه به خاطر ناآگاهی‌های عوام، زنها خیالشون نقششون رو میدونن و شوهرشون رو راهنمایی میکنن، خیالشون هستن متاسفانه جذب فرهنگ بیرون میشن رو ناآگاهی و از این مأموریت خودشون رو ناخودآگاه کنار میکشن، برای که آگاهی ندارن که چه نقش مهمتری از چیزایی که ظاهر فریب توی دنیا در بر عهدهشون هستش. حالا وقتی که یک زن و یک مرد میخوان ازدواج کنن، سه تا عامل اینجا دخیل هستش، که یکی خاتون هستش که همون مرد هستش، یکی زن هستش که کلا هستش، که کلمه کلا از کل میاتش، یعنی تکمیل کننده، خود کلمه کلا یعنی تکمیل کننده. پس یک کلا داریم یعنی تکمیل کننده، یک خاتون داره یعنی وابسته. پس این دوتا زن و شوهر یا عروس و داماد در دید یهود، زن نقش کامل کننده رو داره، مرد نقش وابسته شدن داره. پس این دو کلمه خاتون و کلا یعنی وابسته و تکمیل کننده. حالا وقتی اینها میخوان با هم ازدواج کنن، که ما در یهودیت بهش میگیم ایروسیم و قیدوشیم، که کلمه ایروسیم که به لفظی در فارسی هم بهش ازش بهش میگن عروسی، و خیلی هم مردم ندارن عروسی یعنی چی، که همون ایروسین هستش که در قانون یهود هست. و این کلمه ایروسیم یک کلمه هستش، شاید گفت خیلی خیلی حساس. چنان میگم حساس، ایروسین اگه شما میخواد ریشه کلمه ایروسین رو پیدا کنید، میشه ایروس الف رش سامخ، و معنی ایروس اگه در دیکشنری نگاه کنه یعنی زهر، مثل زهر مار. و همونطوری که قبلا گفتم، همه چیزای یهودی های مقداری در ظاهر خیلی تعجب انگیز هستش، ولی وقتی به فلسفهش نگاه بکنید یک زیبایی درش هست. همونطوری که چه کسی باعث شد که آدم ریشون خطا بکنه و از اون میوهی که حالا در فرهنگ‌های مختلف به عنوان سیب هستش، اونا ما کار نداریم، و خودشو مادی بکنه بیاد دنیا، ناخاش بودش، همون مار که توضیح هم دادم که ماری که در تورا هستش با این ماری که هستش فرق میکنه، ولی طبیعت مار رو داره با ما نشون میده. پس زنی که کلایی که اومده در این دنیا و نماینده شخینا هستش و بایستی خاتان رو تکمیلش کنه، زنی بوده که گوش به ناخاش داده و خاتان رو میشه گفت مسمومش کرده با اون دنیای مادی و در این دنیا وارد شده، حالا وظیفه داره چیکار کنه؟ از طریق عروسین، که کلمه عروسین شورشش از عروس میادش یعنی زهر، و میدونید که کسی که زهر، کسی که مار نیشش میزنه، پادزهر زهر مار هم از خود زهر مار هستش، یعنی همونطور که مار گزیده با سمش بدنش آلوده میشه و دور از جون به کشتن میفته، تنها رایی که میشه نجاتش داد از همون زهر هستش. پس ایروس هم زهر میشه و هم پادزهر میشه. پس زنی که کلایی که خودش باعث شد که آدم ریشون خطا بکنه و از اون درجه ابدیت تنزل کنه در این دنیای مادی و طبیعی، حالا وظیفه داره از همون سمی که داده به آدم ریشون و باعث مرگش شده از نظر مرگ روحانی و نزول کرده در این دنیای مادی، آیا بایستی همون زن نقش داره که این مردی که کامل نیست و با این پادزر عروسین، که وقتی میخواد تو مراسم عروسی میگن عروسین و قیدوشین، یعنی پشتش قیدوشین میادش، قیدوش یعنی از قدس مقدس شدن. پس
اینجا اون زهره داره نقش چیکار میکنه؟ از طریق دوشین داره خودش رو چیکار میکنه؟ به صورت پادزر در میاره و این مردی که دو مرحله خاتانی رو گذرانده، خاتان بریت میلا که ختنه هستش گفتم در ایران نظم میشه خاتان بر میسوا، حالا به این مرحله سوم رسیده که این تکامل پیدا کنه و بتونه چیکار بکنه؟ اون تکاملی که در این دنیا ازش انتظار داره بهش برسه، میاد از دید خوپا میردش که هم بکراندی که من الان پشت سر من هستش به نام خوپا هستش که خیلی از ایرانی ها الان وقتی عروسی عقد و عروسی میکنن یه پارچه بالای سرشون میگیرن و میرن زیر اون خطبه عقد رو میخونن و نمیدونن این خطبه عقد و این پارچه که بالای سرشون گرفته میشه از کجا میادش. برمیگرده به زمانی که یهودی ها در ایران فرهنگشون خیلی گسترده بوده و این خوپا که یک تلیت هستش، اون تلیت پارچه سفید رنگی هستش که مردها در موقع نماز روزانه خودشون رو بایش میپوشن که این خود تلیت هم یک فلسفه داره که بعد روش خیلی زیاد صحبت کرد که این چارگوشش رو مردها میگیرن و عروس و داماد و به اتفاق اون دوتا شاهد و ربایی که خطبه عقد و جاری میکنه میرن زیر این تلیت سفید رنگ و کتوبا رو میخونن، که کلمه کتوبا هم باز یک کلمه دیگه هستش که ایرانی ها در مراسم عروسی استفاده میکنن که نمیدونن کتوبا یعنی چی، که همون خطبه هستش. که کلمه کتوبا رو اگه کلمه حروفش رو به فارسی عربی تبدیل کنید میشه خطبه، یعنی کتوبا که میشه خاف تاو بد ه، اگه تبدیلش کنید همیشه خطبه ای که اون روحانی که میاد مراسم انجام میده همون هستش که از کتوبای گرفته شده که یهودی انجام میدن. پس تا اینجا دو تا از مراسمایی که در ایران در عروسی ها انجام میشه که از یهودیت گرفته شده و نمیدونه از کجا میادش، که اون پارچه رنگی که بالای سر عروس دوماد میگیرن، یکی هم خطبه عقد هستش. حالا کلمه عقد یعنی چی؟ عقد هم باز کلمه عبری هستش. کلمه عقد خیلی ممکن ندونه یعنی چی؟ کلمه عقد یعنی بستن، که ما در رور شوشانا داریم که میگه عقدت اسحاق، یعنی وقتی ابراهام اومد اسحاق رو بیاره برای مراسم دستشو بس، یعنی کلمه عقد یعنی بستن. ما میدونیم وقتی یه قرار دادن میخوان ببندن میگن عقد قرارداد، یعنی بستن قرارداد. پس کلمه عقد عبری هم که در اسلام و در ایران در موقع عروسی استفاده میشه بازم یه کلمه دیگه عبری هستش که در ایران رایج هستش، که باز نشون میده که این وقتی شما میرید عروسی و میبینید خطبه جاری میشه عقد هستش و کلمه عروسی، باید بدونید که این سابقه چند هزار ساله داره در ایران و برمیگرده به یهودیت. پس یکی از سیرهای ما که داریم در این برنامه به عنوان دین و آیین در سرزمین پردیس داریم با شما صحبت میکنیم، داریم یکی یکی اثرات فرهنگ یهودیت بر این کشور پارس رو داریم توضیح میدیم. خیلی روزمره، نه تئوری هستش، نه فرمول، نه سیکرت، نه چیزی هستش، چیزی هستش که روزمره داریم باید سر کار داریم. پس تا اینجا چی شد؟ عروسی رو فهمیدیم، عقد رو فهمیدیم، خطبه هم فهمیدیم، پارچه هم که بالای سر عروس و داماد میگیره فهمیدیم که از کجا میادش. حالا یه چیز دیگه هم هستش که در فرهنگ ایرانی در اشعار و داستان‌ها مردم باید سر کار دارن، اونم نمیدونن از کجا میادش، که وقتی شما در ایران به یه چی برخورد میکنه که نمیدونه فرهنگش از کجا هستش، بعد بره کجا؟ بعد بره سراغ یهودیت. چرا که جوابشو ما داریم براتون. حالا یه چیزی که در داستان ها هستش که خیلی بهش قبلا رسیدن، میگفتن عروسی 7 روز 7 شب. حالا عروسی 7 روز 7 شب از کجا اومده؟ وقتی که یک زن و شوهر ازدواج میکنن در یهودیت، وقتی میرن زیر خوپایی که پشت سر من هست، 7 تا براخا گفته میشه، 7 تا برکت گفته میشه، که از این 7 تا برکت در این مراسم چیکار میکنیم؟ ما مرد میاتش یه حلقه دست میگیره که این حلقه در عبری بهش میگن تبعت، که تبعت هم شاید مردم خیال کنن یه کلمه عبری است، که بازم اون کلمه است که در فارسی هم هست، که همون طبیعت ازش میادش، از تابع بودن. یعنی مرد این حلقه که در زبان عبری به عنوان حلقه بهش میگن تبعت داره چیکار میکنه؟ در این دنیایی که در چارچوب طبیعت داره کار میکنه،
این حلقه رو به دست شخینا میکنه، نماینده شخینا که کلا باشه، و داره چیکار میکنه؟ اینو به عنوان شاهد میاره، میگه تبعت به موشه و اسرائیل، میگه با تابعیت کردن از قانون موشه و اسرائیل که در پای کوه سینا به ما داده شده، من این زن رو به همسری خودم برمیگذارم. پس این حلقه که میادش رو دست زن داره نشون میده که این مرد و این زن با هم دارن یه قرارداد رو که در کوه سینا 3300 خورده سال پیش از طریق خداوند به موشه عطا شده در مقابل تمام نشامه‌هایی که یهودیایی که اونجا بودن، که بایستی اینطوری با نماینده من که زن هستش و نماینده شخینه هستش وصلت بکنید که بتونید چیکار بکنید، اون تکاملی که برای آدم ریشونی که به این دنیا نزول اجرار کرده اونو چیکار کنید، ماموریتتون رو به سرانجام برسونید. پس تبعت همون طبیعتی هستش که ما در فارسی هم داریم. پس کلمه طبیعتی که در فارسی عربی هستش یک کلمه عبری هستش. حالا حلقه نشونه چی هستش؟ میدونین که وقتی ازدواج میشه سه تا شخص، سه تا کرکتر اینجا هستش، یکی عروس، یکی داماد، یا به قول معروف خاتون و کلا، و شخینا. دختر وقتی قبل از ازدواج بت هستش، بت و تاف. بت یعنی دختر، مثلا دختر فلان میگن بت فلانی. حالا حلقه از نظر وقتی ما شخینا داریم، شخینا یعنی ذات مقدس یودکی وافکی هستش که در این دنیا جاری میشه. وقتی ما داریم برخای هفت برخای میکنیم، داریم چیکار میکنیم؟ وقتی مراسم قدوشا یا تقدس کردن این مراسم انجام زیر کوپا ایسیت هستش و چهار گوشش اسم ذات مقدس یودکی وافکی شده، میاریم این وصلت و مقدس. حالا دستی که داماد داره اون رو گرفته، ه شالم ایران گفتم بالش هستش که بالا هستش، یود که واف که دو تا ه داره که هر ه در رابطه با دست هستش، که ید میشه یود دالت که گمتره خاطرنش میشه پنج. یود داره که هستش و اون واف هستش که اون دست و اینا رو بند متصل میکنه. پس حلقه در این مراسم چوندنده یود چی هستش؟ یود اسمشن هست. دستی که داماد این حلقه رو دست گرفته داره میبره طرف گوشت عروس، این هی هستش که اولین هی اسم زاد مقدس هشم هستش، و وقتی عروس انگوشتش رو میاره واو اسم هشم هستش، و خود دست خود کلا هم اون هی چی هستش؟ هی آخر اسم هشم هست. پس این حلقه که وارد انگشت عروس میشه، این زنی، این دختری که تا الان بت بوده میشه چی؟ میشه رئیس و سرکرده بیت، برای که این یود اومده وسط بت قرار گرفته میشه چی؟ بیت، یعنی بیت یعنی خانه، بیت مقدسی که ما داریم همون به تعمیق داشت یعنی خانه مقدس. پس یک خانه یهودی یک نماینده‌ای داره از شخینا که زن هستش، و یک نماینده داره از بتمیقداشی که در پایتخت اسرائیل هستش که اون بیت المقدس تمام دنیا هستش، ولی هر کسی در خانوادهش یه بتمیقداش کوچک هم داره، کم خونه هستش. پس زن میشه اون شخینا در اون بیت یهودیت و این خونه رو چیکار کنه؟ حالا تا اینجا چند تا ما بهش برخورد کردیم که کان کی هستش، کلا کی هستش، خوشبز کجا اومده، عروسین یعنی چی، یعنی چی تست. حالا تمام تو این مردم باید سر کار داره،
جاپای یهوده در فرهنگ ایران رو داره نشون. حالا یکی از مراسم های دیگه که با مردم اشتکار میکنن من نمیدونم چی هستش، وقتی عروسی اونجا اینا در یهودیت نیم مراسم انجام اوکی. مثل که دوستان یه مقدار در برنامه اختلال پیش اومد، باز یه مقدار من نمیدونم از کجا قطع شد، بازم تکرار میکنم. پس جریانی که در ایران در داستان ها ما بهش برخورد داریم که عروسی 7 روز 7 شب برمیگرده به قانون یهودیت، که وقتی ما ازدواج میکنیم در یهودیت بعد از شب عروسی باز به مدت 7 شب ما همون مراسم اون براخودی که به 7 براخایی که چون میدونه هفتم به خاطر که ما در این دنیای طبیعت زندگی میکنه و بتونم گفتم حلقه نشوندنده طبعت هستش، یعنی تبعیت کردن و تبعیت کردن از قانونی که مشه در پای کوه سینا داد و تبعیت کردن از این دنیای طبیعی. پس بر روی 7 میگرده، 7 براخا داریم و 7 روز هم چیکار میکنیم؟ این مراسم رو انجام میدیم. حالا یک مراسمی که از آقای شیرازی پرسیدم که میدونید چی هستش و اون مراسم کل زدن هسته. حالا کل از کجا میادش؟ چرا بهش میگن کل؟ چرا میگن کلیلیلی؟ همطور که خدمت عرض کردم عروس در عبری بهش میگیم چی؟ کلا. پس شد کلا یعنی تکمیل کننده. کلمه کلا شورشش از کلل میادش، کلل یعنی تکمیل کننده. کمی کلمه کلیلیلی در واقع داره میگه چی؟ داره مردم شهادت میدن که این تکامل انجام شده به صورت یک موسیقی، به صورت یک چیز هماهنگ کننده. پس کلیل خاف کاف لام لام اگه نگاه کنید توی دکشنری. حالا در ضمن دوستانی که دوست دارن به ریشه یابی یهود کلمات یهودی پی ببرند، من یک کتابی بهتون معرفی میکنم که یکی از ربای استقام کنی به من معرفی کردن که ازشون خیلی من تشکر میکنم. این کتاب هستش که این کتاب خیلی خیلی راجع به ریشه های کلمات یهودی، کلمات عبری بخشید، کمک میکنه که بدونیم کلماتی که ما روز ازش استفاده میکنیم ریشهش از کجا آمدش، و این خیلی به ما کمک میکنه که در عمق کلمات بدیم. فقط مینم همطور که قبلا خدمتون عرض کردم در یهودیت، در تورا، در زبانهای، در فلسفه یهودیت فقط ما داستان نیستش که ما داریم میخونیم یا فقط یک دائم دعا میخونیم، بلکه مسئله فلسفه عمیقتر از اون چیزی هستش که به صورت خیلی ساده روش نگاه میکنیم. ما هر کلمه، نه هر کلمه، هر حرف، نه که هر حرف، هر نقطه بالا و پایین در تورا نشون دهنده یک رمز و راز هستش. شما وقتی توره رو باز میکنید کلمات مملو هستش با ساین های مختلف و با خوندن های مختلف، با تون های مختلف. وقتی یه نفر توره میخونه، یه نفر کنارش دستش هست، میشه رهبر ارکستر هستش که به این با دست اشاره میکنه، همونطور که یه رهبر ارکستر به اون کسانی که نوازنده آلات موسیقی هستن داره راهنمایی کنه که چیکار، چه موقع نوتو بالا بزنید و پایین بزنید. تورا هم همینطور هستش، به خاطر از اینکه از نظر خوندن، از نظر آهنگ فرق میکنه، اثراتش فرق میکنه، معنیش فرق میکنه، رمزاش فرق میکنه. این هستش که یهودیت، میگم با دیدی که ما به امید خدا داریم کمک میکنه به اون سواد کمی که من دارم و با شما در میون میذاریم، یه مقداری بهش یک بود تا اونجایی که میتونیم در قدرتمون هست به یک بود دیگه بدیم. همونطور که من عرض کردم با خانم امینی هم برنامه داریم در تلویزیون عصر امروز به نام نگاه نو، سعیمون بر این هستش که یه نگاه نو به دین، آیین، مراسم. اصلا چرا مگه خداوند احتیاج به دین، به تفیلای ما داره؟ اصلا کار دین چی هستش؟ ورای این چیزی که الان مردم به جون من به جون همدیگه افتادن به خاطر باورها دارن همدیگه رو از بین میبرن، خداوند چیزی که از ما میخواسته، ولی خب اون ناخاش، اون مار اولیه
کار خودش رو خوب بلده و داره قشنگ مردم از اون مسیری که بایستی برن با اون خوشخط و خالی دو این دنیای طبیعی داره مردم چیکار کن منحرف میکنه. تا اینجا. حالا یه چیز دیگه هم که در شب عروسی برای در یهودیت اتفاق میفته و بازم سهه میذاره بر اون چیزی که ما یهودیا یک قبله ای داریم که پایتخت ما هستش و ابدیت هستش و همیشه بوده و خواهد هست و به سلامتی شاهد بر پایه اون هستیم، اون به تعمیقداش سوم هستش و اون اورشلیم هستش که در شب عروسی که همه دارن شادی میکنن و میرقصن ما چیکار میکنیم؟ هنوز به یاد یروشلایم هستیم که خراب شده و منتظر آبادش هستیم، که در این شب وقتی زیر خوبه هستن و براخا تموم شد، داماد میاد چیکار میکنه؟ با پای خودش یک گیلاس بلوری رو میشکونه که نشون بده به مدعوینی که اونجا هستن درست ما الان خوشحالی میکنیم، ولی هنوز که هنوز هست ما در فکر خرابی بیت المقدس هستیم، بیت المقدسی که منتظر آبادش هستیم که به زودی زود آباد بشه. و هیچ دین و آینی که اینقدر کلیم دارن، اینقدر ادعا دارن بر یروشلایم، همچی چیزی ندارن. نمیدونن برای چی هستش، نمیدونن کلمه اورشلیم چی هستش، نه بیت المقدس چی هستش، که به امید خدا سعی میکنم در جلسه دیگه راجب بیت المقدس صحبت کنم، راجب این که اصلا به تمیزاش یعنی چی، چرا همه دنیا چشمشون به این خونه مقدس هستش، که یک سابجکت هستش که فکر کنم اونم بد نباشه و مورد توجه قرار بگیره. پس تا اینجا ما دیدیم که عروسی که در ایران انجام میشه پس یک به یک یکی از چیزهای دیگه هستش که نشوندنده رد پای یهودیت هستش در فرهنگ ایران، که عرض کردم که یه چیزی هستش که مردم روزمره دارن باید سر کار دارن، چیزی هستش که نمیتونه کسی ازش دینایت بکنه، چیزی هستش که علاخاش ما انوزه اونایی که دوستانه که غیر یهودی هستن و در مراسم عروسی یهودی ها شرکت کردن خودشون به وضوح میتونن میدیدن که این مراسم به چه صورت انجام میشه، ولی خب دوستانی هستن که در ایران و جای دیگه هستن ممکنه هنوز در این مراسم برایشون آشنایی نداشته باشن، و که با این جلسه خدمتشون عرض کردیم که تمام این مراسمی که در ایران مخصوصا به روایت یهودیت داره انجام میشه از کجا اومده. من جناب شیرازی، من با اجازتون اینجا از حضورتون مرخص میشم، شما بقیه رو ادامه بده که من برم به کار زندگی برسم دیگه. خواهش میکنم، انشاءالله به سلامتی. سلامت واقعا تشکر میکنم، خیلی واقعا آموخت یاد گرفتیم. این چیزایی که صحبت کردین از درباره کتوبا، درباره عقد، درباره یروسیم، خزاق باروخو، واقعا لذت بردیم. چه مزه میخوام یه چون تا یادم رفته که شاید خیلی ها که اونا که ابری وارد هستن میگن اروسین با الف هستش ولی کلمه عروسی با عین هستش. اینا من ذکر بکنم که یه سری کلمات هستش فقط به عنوان تلفظ ممکنه بعدن که تو فرهنگا رخنه کرده عوض بشه. برای مثال مثلا چه که خیلی مردم بهش مثلا درش سر کار دارن، مثلا کلمه تهران، تهران در قدیم با تاف می نوشتنش، ولی امروزه با ته دو نقطه می نویسنش. و یک چیز جالب هم هستش، شیرازی ها بهش خیلی بهش برخورد کردن، یه سری هستن در اتفاق توی ندارم کدوم گماره هست بهش می پردازه که یکی از شباتیم یا اگه سبت های یهودی اینا عادت داشتن کلماتی که الف بوده رو ه تلفظ می کردن و کلماتی که با ه بوده ا تلفظ می کردن. چیزی عادتی که ما در شیرازی ها داریم، خیلی از شیرازی امروز اگه دوستانی که با دوستان شیرازی در تماس هستن میبینن که همچی چیزی الان وجود داره. خیلی از من بچه های شیرازی میشناسن که هنوز هست کلماتی که با الف هست و ه تلفظ میکنن، کلماتی که ه هستش و با ا تلفظ میکنن. این هستش که این کلماتی که مثلا ایروسین که الان در ایران شده به صورت عین نوشته میشه با عین نوشته میشه، برمیگرده به این تلفظاتی که در طی زمان خودشو برگردونده. همطور که گفتم
تهران قبلا با تاو دست دار می نوشتن، الان با ته دو نقطه می نوشتن و خیلی چیزای دیگه. فقط اینا میگم که اگه نفر میخواد ایراد بگیرن بهشون، قبل از که ایراد بگیرن من رو خودم درست کرده باشم که دیگه زحمت اونا ندیم. خب دوستان با اجازهتون از اون خداحافظی میکنم، وقت بخیر، به امید خدا تا هفته دیگه با یه سابجکت جدیدتر که بازم نشون بدیم که یهودیت چقدر در سرنوشت پردس دخیل بوده. به امید خدا روزی بشه که مردم آگاهی بیشتری در این مورد پیدا کنن و اکثریت مردم به این واقعیت پی ببرن که یهودیت این سرزمین پارس برایش خیلی مقدس هستش، به خاطر خیلی مسائل دیگه و راهی چیزایی که با گفتیم که با امید خدا قدم به قدم در این راه پیش میریم که مردم یه مقدار بیشتر در این رابطه روشنتر بشن و آگاه بشن. از همینجا ازتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. مرسی، واقعا تشکر میکنم ازتون آقا فرزاد، انشالله که همیشه سایدار و پایدار باشید و از هشم میخوایم که بهتون هشم بهتون قدرت بده که بتونید باز برنامه ها رو ادامه بدید بهتر و بهتر و بهتر و خیلی خیلی زیبا، البته ماشاءالله خیلی خیلی زیبا و خیلی قشنگ خیلی برای مردم توضیح میدید. خیلی ممنون، تشکر میکنم به نوبه خودم. به عزت هشم هفته دیگه با امید خدا. خیلی خیلی ممنون، لطف کردید. امر به خدا نیست، خدا نگهدار. مرسی مرسی، شلوم مرسی مرسی. بینندگان عزیز خواهش میکنم به یه دونه موزیک میذاریم براتون، یه موزیک میذاریم، بعد به امید خدا کلاس یه موزیک یه دوتا موزیک میذاریم، بعد به عزت هشم کلاس تورا و مزالات رو شروع میکنه به عزت هشم. خیلی ممنون از توجهتون. الان خواهش میکنم از اسحاق جان اگه میشه یک موزیک بذارید که برنامه متنوع باشه، که خسته کننده نباشه، بچون از اول کلاسمون بخوایم شروع بکنیم. خیلی ممنونم.